صبح زیباتان بخیر، خوش آمدین هموطنان عزیز. آرزومند هستم مثل همیشه شما باشین. ما تنها نگذارین خوشبختانه مهماندار هستیم آقای محمد آصف شریر با ما هستن که شما استاد دانشگاه هستن. بیشتر صحبت ها در مورد چگونگی روابط صمیمی در خانواده که میخوایم بیشتر صحبت ها را داشته باشیم. و سلام، صبح بخیر استاد، خوش آمدین. سلام، صبح شما بخیر کرشما جان. یک سلام برای همکارای شما تقدیم، برای هم بینده های تلویزیون خورشید تشکر، در خدمت شما هستم. ممنونتان استاد از این تشریف آوردین. بیشتر صحبت در مورد چگونگی روابط صمیمی در خانواده. خب همیشه همه خانوادگی هستن که در یک خانواده که همه زندگی میکنن یک روابط صمیمی داشته باشن. هیچ وقت جنگ و جدال هیچ کسی دوست ندارن. پس مشخص نیست شما در این مورد. خانواده میگه یک اجتماع کوچکی هست که ناشی از ازدواج یک مرد و زن تشکیل میشه و اولادای و فرزندای از او خانواده را تکمیل میکنن. چرا خانواده مهم است؟ از لحاظ جامعه شناسی ما میگیم خانواده کارخانه تولید انسان هست. هر آن چیزی که خانواده بخواهد اولاد از او خانواده را تربیت بکنه، خانم قسم جامعه از او به بار میاد. اگر یک خانواده خانواده بسیار خوب باشه، سر تربیت تحصیل اولاد خود کوشش بکنه، بدون شک ما یک جامعه سالم داشته باشیم. جامعه سالم وقتی که داشتیم، ما یک کشور سالم میتونیم داشته باشیم. یعنی نقش خانواده از هر بود بالای فرزندا، بالای تربیت اولاد از جامعه میتونه تاثیر خود داشته باشه. بس صمیمیت و یا برقرار کردن رابط صمیمیت، وقتی که ما ببینیم خود صمیمیت میگه داشتن توانایی ارتباط برقرار کردن با دیگران هست. این ارتباط برقرار کردن میتونه از بود فیزیکی باشه، خصوصا در بحث خانواده ها. از بود فیزیکی وقتی که ما میگیم، وقتی که ما در خانه زندگی میکنیم، بخوایم از بود فیزیکی صمیمیت در خانواده تامین بکنیم، همین سلام علیکی هست، دست دادن یکی به دیگر هست، نوازش ها هست که ما خصوصا اطفال نوازش میدیم. یا برعکس از او، ما یک کسی را مثلا نتکوب میکنیم، با خشونت رفتار میکنیم، یعنی خلاف صمیمیت خانوادگی هست. بحث دیگه بحث عطوفت هست. یعنی از بود صمیمیت وقتی که ما بخوایم خانواده ما بیشتر صمیمی باشه، از لحاظ عطوفت با هم بریم، با مهربانی، با حساب ناز و نوازش بالای اطفال خانواده، بالای خواهر برادر، خصوصا زن و شوهر، که وقتی عطوفت و محبت بینشون وجود داشته باشه، بدون شک اولاد از خانواده هم به حساب از زندگی خود لذت میبره. طفل خانه وقتی که احترام پدر خود بر مادر ببینه و از مادر بر پدر، اونم چیزی است که او همه چیز می آموزه. ضرورت به این نیست که باز ما بر از او به زبان بگیم. بله. بس دیگه از لحاظ صمیمیت بس فکری هست. کوشش بکنیم از لحاظ فکری صمیمیت برقرار بکنیم. یعنی در برشت رساندن فکر خانواده ما، عقل و منطق خصوصا اطفال خانواده ما، از بود صمیمیت ما میتونیم نقش داشته باشیم. یکی چی راهکارها میتونه خانواده را بسیار صمیمی بسازه، یعنی دیگه همه صمیمیت تقویت ببخشه. یک ارتباط برقرار کردن بسیار خوب هست. یعنی ارتباط برقرار کردن از راه های خوب، از راه های خوب وقتی که ما میگیم، اگر یک برادر از راه های برادری خود، اگر خواهر از راه خواهری خود، نه از راه مقام و منصب خود. مثلا اگر ما در بیرون هر وظیفه یا هر مقامی که دارم، اینو بیایم در خانه به اون مقام منصب و حساب برخورد بکنم، من نمیتونم یک خانواده داشته باشم که صمیمیت در وجود داشته باشه. یعنی مقام منصب خودمو باید کنار بگذاریم. همیشه کوشش بکنیم اعتدالگونه برخورد بکنیم، تفاوت ایجاد نکنیم که بیشتر برمیگرده به پدر و مادرای ما و شما. یعنی هر فرزند خانواده، طفل، دختر است یا بچه است، خب تولد شده یا آفریده شده به دست خداوند، اون مقصریت نداره. اگر ما میایم به حساب مثلا میگیم تعداد بچه ها زیاد است، ما یک دختر دارم، اون رو ناز و نوازش میدیم، یا برعکسش است، یا هیچ در خود او خانه بچه وجود نداره، وقتی که تا تولد میشه کوشش میگیریم هر خوبی یا هر امکانات دسترس از او قرار بدیم، این خلاف به حساب صمیمیت خانواده است. چون یک طرف وقتی که ما خوش میسازیم، طرف دیگه صمیمیتشان از بین میره، با هم در تضاد قرار میگیرن. کوشش بکنیم عدالت هم در نظر بگیریم. اگر برای یکیش لباس میخریم، ضرورت داره کوشش بکنیم یکی دیگه با یک چیز دیگه نوازش بدیم. بیشتر کوشش بکنیم در بین اعضای خانواده ما رازدار باشیم، یعنی راز یکی دیگه خدا، گپ یکی دیگه خدا، با هم بشینیم گپ بزنیم، گفتگو بکنیم. میتونه شوه که اگر ما برادرم یا یکی از اعضای خانواده مشکل داشت، یک پوینت منفی داشت، اگر فردا روز من برای او قال مقال کردم یا در بیرون یا در جای دیگه، راز زور افشا بکنم. نظریات و سلایق یک دیگه خدا که کی چی میخواد، اگر از خوردنی ببینیم تا لباس یا هر چیزی که باشه احترام بکنیم، یا باید چکر یا با تفریح هم وقتی که یکی از اعضای خانواده میره کوشش بکنیم ما فکرها یا مفکورهای هر کس هم در نظر بگیریم. اگر یک کسی میگه ما باید فلانی جا بریم، با تفاهم هم باید یعنی کوشش بکنیم همون موقعیت انتخاب بکنیم، هیچ وقت در خلاف نظر از اون ما باید قرار نگیریم. بیشتر کوشش بکنیم وقتی که یک مشکل بر اعضای خانواده ما پیدا میشه، در دسترس باشیم، یعنی او را درک بکنیم، نه با اونون از اینکه تو مشکل پیدا کردی او را ترک کنیم و ازش متنفر شیم و او را ملامت بکنیم. این پاگا بود باز بیشتر ما را دیگه هم متنفر و انزجار بین ما بیشتر میسازد.
همیشه در خانه‌ای که ما زندگی میکنیم بدون شک هر کس از حق حقوق خود برخورد خوب خود برخوردار هست، اما حد شناختن بسیار مهم است. یعنی هر کس باید حد خود را بشناسه. حد خود را شناختن وقتی که ما میگیم یعنی خرد باید خردی خود را بشناسه، بزرگ باید بزرگی خود را بشناسه. در خرد شناختن آدم کم نمیشه و در بزرگ شناختن آدم به حساب کدام مقام منصب دیگر به دست نمیاره. فقط وقتی که بزرگ بود کوشش بکنه محبت و شفقت بکنه برای خرد خانواده، ایتونه شو که اعضای کلان خانواده هم بیاد جمع اطفال خود حساب بکنه، یا خردها باید احترام بکنن برای بزرگ ها، موقف خود باید بشناسن. این کات است که ان شاء الله میتونم استاد. بعضی وقتا شاید حالات در یک خانواده بعضی می باشند که مشکل ساز می باشه برشون، یا بعضی اوقات آنگونه خوش می باشند که میگن تمام دنیا از ماست. تمویل کننده خانواده که یعنی یک پسر باشه و بتانه همون خانواده رو تمویل کنه، یعنی کار روزگاری که داره، همون تامین امنیت و البته تامین پولی داشته باشه و اقتصاد خوبتری داشته باشن. میگه کسی که نان دهد فرمان دهد، این چقدر میتونه مشکل ساز باشه در خانواده بالای خواهر برادر و دیگه اولاد همون خانواده؟ و چون مادر پدر خو خیلی راضی میباشه از اولاد، میگه خدمت مرا کرد، اما بعضی از اعضای خانواده میگن که نه، حالا درست است اگر میای با ما یک لقمه نان میاره یا هم پول میاره، اما باید هر کس یک جایگاه خاصی در خانه داشته باشه. مشنید ما داشتیم این بیشتر در جامعه خود ما شما هست که اقتصاد در دست مرد هاست. جامعه دیگر وقتی که ما بینیم هر کس برای خود کار میکنه، تامین اقتصاد میکنه. اما در جامعه افغانی بدبختانه وجود داره که بین زن و شوهر وقتی که بینیم اقتصاد در دست پدر هست کار میکنه، و در بین اعضای خانواده همیشه بچه ها میرن کار میکنن. اگر مشکل ما از تهداب ببینیم، خب دخترم علامت نیست، موانع سرایش ایجاد شده که نرفته تحصیل نکرده، تعلیم نیافته درست و وظیفه یا کسب نداره. اگه ای هم میرفت مثل بچه تحصیل میکرد و اصطلاح دانش میاموخت، خویی هم میرفت وظیفه به حساب میداشت و اقتصاد در دست از این هم میبود. یعنی مشکل از تحت به گردن خود از این دختر یا هر عضو خانواده که به اصطلاح بیکار است به گردن از این نیست، مشکل باز برمیگرده به پدر مادر. اما جامعه ما شما قسم ترسیم شده، بیشتر دخترها مثلا ما وقتی که در جامعه خود ببینیم از پدر خود تعریف میکنن، یعنی پشتیبان پدر خود هستن. دلیلش اینمی است چون اقتصاد به دست پدر است، به دست برادر است، و پدر همیشه کسی است که حمایت میکنه از خانواده را، و دخترها کسی هستن که سخت به این ضرورت دارن، سخت به حمایت اقتصادی و حمایت معنوی. یک کسی باشه که مثل یک کو در پیشروی از اینا قرار داشته باشه و از اینا دفاع بکنه. بدون شک کی از پدر است؟ دلیلی که دخترای افغانی ما شما بیشتر پدر خود دوست دارن، شاید استثناءات وجود داشته باشه، مثلا شاید شما مادرتون بیشتر دوست داشته باشید. بله من مادر خیلی دوست دارم. اینی تفاوتش میتونه باشه. اما وقتی که ما در خانه میبینیم همو زحمتی را که بچه میره در بیرون میکشه، من مطمئن هستم همو خواهرم هم که در خانه زحمت میکشه ای کمتر از این نیست. ما میریم در بیرون، شاید در جامعه خود ما وقتی که یک بچه میره کار میکنه همو قدر لذت و به اصطلاح تفریح و ساتیر هم در بیرون میبینه، اما دختر بیچاره که در خانه هست کار بکنه، خانه را جارو بکنه، ظرفا را بشویه، لباسای زمین بکشه، کسی که میره وظیفه برادرش است یا هر کسی هست را بشویه، بوتای شرنگ ها، یعنی نظم و نظام به حساب خانواده را به سر نظم و نظام آوردن، ترتیب دادن از این نظم و نظام خودش یک کار بسیار مشکل است. ما نمیتونیم سر برای کسی که اقتصاد تامین میکنه برای ازو احترام بکنیم و هر کسی بگیم دست بسینه برای ازی باید احترام باشه. یک شوخی بر شما بکنیم، یک کسی بود میگه چهار بچه داشت، یکیش دکتر بود، یکیش انجینر بود، یکیش معلم بود و یکیش از امیر آزنا بود. پرسان کردن گفت بچه ما چهار بچه دارم و اینی کارا، گفتن چرا دوزش نمیگوشی؟ گفت والا کل اقتصاد خانواده ما دست از او است، دیگرایش بیکار است، همون اینمی کار میکنن. یعنی ایت نشه که ما به اصطلاح یک تفاوت ایجاد بکنیم، کسی که کار میکنه کوشش بکنیم برای او اولویت بدیم. و ما میبینیم بیشتر در جامعه یا در خانواده هایی که اون بچه کار میکنه اقتصاد خانواده داده سه زو، از اگه او خواهر خود املاد کرد کسی چیز برش نمیگه یا مادرش، این چیز خیلی میتونه اشتباه باشه. چرا؟ نتیجه از چی هست؟ از بین میره، فاصله ایجاد میکنه. خواهر چی میگه؟ میگه اگر تو میری اقتصاد خانواده دست از پیدا میکنی، شاید یک فایده بسیار کمت برام برسه. ما هم در مقابلش خانه تو را نگاه کردیم. اگر خانم از همچنان وقتی که تو از خانه بیرون میری، خانه تو به کی تسلیم میشه؟ برای کی سپرده میشه؟ بدون شک به دست ما هست. ما وقتی که قدر مشکلات را میبینم، قدر جنجال را میبینم، ما وقتی که آه دل نمیکشم، پس تو چرا؟ از تو باید سرما بگرده. باز ای است که بین زنا فاصله ایجاد میکنه، تنفر انزجار پیدا میشه و هیچ وقت میسمیت در بین خانه نمیباشه. و بچه هم اینمی در ذهنش میباشه، چون این خود تربیه شد، وقتی که بزرگ شد خودش خانواده تشکیل داد، این همه می تفاوت و اعتدال یا عدالت کردن بین اولادها را مد نظر نمیگیره.
همو گونه که امراش برخورد شده این هم کوشش میکنه امراش سایر اولاد خانواده خود باز برخورد خب بکنه. یعنی اگر صمیمی نباشن اختلافات زیاده در خانواده وجود داشته باشه همون تاثیرگذار میشه با اینده ها همچنان. قبلا شما اشاره کردین استاد که شاید من مادرم از یاد دوزارم. بله چون از طفولیت پدرم زمانی که فوت کرد هم مادر بود که هم پدر بود هم مادر و بانوان واقعا که زیاد قهرمان هستن مادران به خصوص که اولادای خود این قهر رشد میتن و تربیه فامیلی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه با بالای روابط صمیمی خانواده چون زمانی که اگر یک فرزند پول به خانه میاره میخواد که اقتصاد خانواده خوب باشه تمیز کو میخواد که احترام زیادی به او باشه اما این فکر نمیکنه هم خواهر برادرش که از در خانه او هم ضرورت به مو صمیمیت داره به مو دوستی مادر پدر داره که میخواد بیشتر بایش باشه ولی بعضی ها تضاد دارن در خانه یعنی خواهر با دیگه خواهر یا برادر با برادر یا خواهر که میگن نه من برتری دارم ما یک چیز عامیانه که شنیدیم میگن کسی که کوچک خانه است او زیاد نازانه خانه میباشه دیگه تمام او ناز نوازش به مو میباشه این چقدر میتونه که باز هم تاثیرگذار باشه و همیشه با کدام شیوه پدر مادر پیش بره تا بتونن تعادل مراعات کنن و هم اولاداشون برشون یکسان باشه یک روابط صمیمانه خیلی خوب در خانه باشه و حداقل همون ناهنجاریایی که هست همو از بین بره. خب خانواده وقتی که ما میگیم زندگی مشترک زن و شوهر از بود جامعه شناسی میگه تربیت فرزندان ده قسمت داره یک قسمت از او تربیت مربوط پدر مادر میشه نو قسمت دیگه از او مربوط پدر میشه و او نو قسمت او تربیه است که پدر چه قسم امرای مادر رویه میکنه یعنی فرزندان نو قسمت تربیه را نو قسمت اخلاق از روی پدرش همراه مادرش میبینن یعنی از روی شوهر همراه خانمش میگیرن یعنی این قدر میتونه روابط از اینا احترام متقابل از اینا با هم به اصطلاح تاثیر داشته باشه. باز هم وقتی که ما خشونت های خانوادگی میبینیم جنجال ها میبینیم اطفال پس رفته را میبینیم در کوچه و بازار کسایی هستند که استعداد و توانایی خود نمیتونن بروز بدن کسایی هستند که شاید امروز بتونن در بالاترین سطح قرار داشته باشن اما نظر به موبایساب جنجال های خانوادگی یا نظر به اینکه همیشه اونا خواستن در خانه گپ بزنن به اونا از اینکه تو طفل هستی تو هنوز گپ نزن تو خرد هستی اینا خیلی سرشان تاثیر گذاشته و اونا نمیتونن امروز خود به حساب و استعداد خود بنمایش بگذارن. خانواده وقتی که ما میگیم پدر و مادر بدون شک صلاحیت دار و سرکرده خانواده است و هیچ خانه را هم ما نمیتونیم بگیم که بدون مشکل جنجال هست. بله هر خانه یک تضاد ها یک جنجال ها اگر همیشه شیرنی باشه با دیگه شوری چی بله یعنی مامو و حساب لذتش در بعض وقت ها بله. یک ناهنجاری هم باید باشه پس وظیفه کی هست که باید این را مهار بکنه وظیفه پدر و مادر هست اولاد های خانواده هستند و خصوصا بین خواهرها یک رقابت بسیار خوب و سالم همیشه میتونه بینشان وجود داشته باشه اگر در بحث لباس خریدن است اگر در بحث مکتب رفتن است حتی اگر در بحث ازدواج کردن است کوشش میکنه که با دیگر رقابت داشته باشن پس پدر و مادر خیلی باید این مورد کنترل بکنه اشتباهی که وقت از اینا صورت میگیره یا یک کار خلاقانه را که یک بزرگ خانواده میکنه قسمی را وانمود نکنه که مثلا من فقط هم یک فرزند دارم این نمی کل کار برام کرد یا نمی بزرگی که امروز تو کردی دیگه نمی برام همه چیز از سایر اعضای خانواده منی این خیلی میتونه اشتباه باشه ما میتونیم پیدا کردن پوله ما میتونیم ای که او از بود معنوی یا از بود ازی که بر ما یک نام و نشان کسب میکنه در بین خانواده خود تجلیل بکنیم نه با اون ازی که توی فردی کار کردی درست است کمی مقام منصب تو آوردی اما به زحمت که به زحمت خواهرت به زحمت برادرت بله. یا به زحمت خود ما اعضای خانواده تو تانستی به این مقام منصب برسی پس ای افتخار ای پول ای چیزی که تو به دست آوردی جمعی از کلگی ما و شما هست ای کارا را باید پدر و مادر بکنن همو قسم برعکس وقتی که یک عضو خانواده اشتباه میکنه خصوصا اطفال خانواده یا کسایی که نازدانه هستن اینا رو ما باید قسم به اصطلاح پیش روی همگی بیاب یا کتک نزنیم که او دیگه از زندگی از همه چیز افسرده شود برعکس از این چرا خیر بچه ها میشه طرفدار مادر خود هستن ما وقتی که میشه در بیرون شوخی میکنیم در خانه میریم مادر یگانه کسی که است از ما به حساب طرفداری میکنه اول اشتباهی که میکنیم کوشش نمیکنه که او رو همراه پدر یا کلان خانواده در میان بگذاره که خیلی یک اشتباهی بزرگ است وقتی که از ما رازداری و پرده داری شد از طرف مادر کوشش میکنیم دیگه هم به حساب شوخی ها و همو کارهایی را که انجام میدیم بله هم بیشتر شد یعنی پدر و مادر از همه که باید بین خود راز داشته باشن همو هر گپی که در خانه صورت میگیره این باید بین هم شریک بکنن اگر یک بچیشان یک مشکلی ایجاد میکنه در یعنی خانه یعنی مدیریت درست باید
صورت بگیره بله. تا مشکلات زیاد را به بار بله. مدیریت درست خانواده مدیریتش کردنش بسیار مشکل هست. مشکل در صورتی هست وقتی که ما نفهمیم و خلاف جهت حرکت بکنیم. در غیر از او زندگی ما هر قدر آسان بگیریم، چی زندگی خانوادگی باشه، چی زندگی اجتماعی باشه، زندگی با نمو قدر آسان است. هر وقتی که ما فکر کنیم زندگی سخت است، ولی سخت است. اما وقتی که ما فکر بکنیم زندگی آسان است، زندگی خیلی بر ما آسان است. روابط خانوادگی هم خیلی میتونه یک رابطه آسان باشه. در صورتی که تهداب بسیار زیاد راست گذاشته شوه، پدر و مادر خیلی باید متوجه باشن، نکات خیلی اساسی رو باید متوجه باشن. پدر و مادر هم وقتی که مدیریت درست نداشته باشن، به این فکر باید برسن وقتی که خودشان خدای نخواست آدمای خوب نباشن، به این مفکوره برسن که من هم ثمره یک خانواده هستم که درست تربیه نشدیم، اینی مشکلات در وجود من هست. امروز وقتی که اولاد خودم درست تربیه نکنم، این هم فردا روز مثل ما ایرمت یک خانواده میتونه داشته باشه. پس کوشش بکنن تربیه سالم، مدیریت خیلی درسته، خصوصا از لحاظ اقتصادی، از لحاظ معنوی بر همه فرزندای خود باید تطبیق بکنن. بله واقعا قسمی که استاد شما اشاره داشتین، همه چیز سربسته از همو خانواده هست. بله فامیل بیدنشان. میتونه که هم اولاد خود یک تربیه سالم خوب بدن تا آیندهش خوب تر بشه باشه و همین میراث با همین گونه. و اگر نتونند دیگه طبیعی است که مشکلات زیاد را به بار میاره، هم نمیتونه که موثر تماشا به خانواده و هم به کشور خود، پس خیلی میتونه مشکلات زیاد را به بار بیاره. ممنون از شما استاد از اینکه تشریف آوردین. اگر حرف باقی است مشکلی نیست. خب چیزی که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله میفرمایند، میگه بهترین شما کسی است که بهترین با اهل خود باشه، با خانواده خود باشه. یعنی مرد با اخلاق، چون جنجال ها و خشونت های خانوادگی رو وقتی که ما بینیم، خصوصا در افغانستان بیشتر سرمنشیش مردها است. یعنی زن های بیچاره میشه آسیب پذیر بدن، مردها هستن که قالمقال کو قارم کو جنجالم کو. یعنی کسی که میگه در خانه خود بر همگی بهتری خوب باشه، اخلاق نیکو داشته باشه، او بهترین برای ما هست، یعنی بهترین نامت ما هست. ما هم باید کوشش بکنیم اعضای خانواده مثل نور و چشم ما باید باشه. همیشه خلایق، سلایق، وظایف، مقام، منصب و کل چیز کنار بگذاریم، فقط با عنوان یک عضو خانواده در مقابل همه گرفتار بکنیم. واقعا ممنون از شما. تشکر. حالا هم فن فردا تازه از دنیای تکنولوژی رو با هم اینجا تماشا میکنیم. دوباره برمیگردیم، ما رو همراه باشید.